ببرید بحث order by ascending و descending بوده، اینجا گذاشتمش میتونید ببینید این بحث order by رو بچه فکر کنم گفتم اینه درسته؟ limit offset اینا رو گفتم offset چرا گفتم؟ گفتم مطمئنه گفتم بحث null و is null رو بیان بررسی میکنم. آیا من دیتا میتونم داشته باشم null باشه؟ ببینید تو کاستومرز که میزنیم میریم تو اینجا من نهیدم null باشه، کتگوری رو ببینیم نداره employee نداره orders نداره orders detail نداره product نداره shippers نداره suppliers. خب دوستان اصلا نال نداریم، من میام تو کاستومرز یه دونه عنصر insert میکنم کاستومر نیم رو میذارم test بقیه رو نال میکنم. ببینید نال گذاشت و اینجا بروز میزنم اگر بیام اصطلاحا 100 تا اون 92 بومیه میبینید یه سر مواردش چیه؟ نال. میام اینجا برمیگردم میگم که ممکنه ما داشته باشه، آره آقا فرمود تو رکورد ممکنه تو نات نال رو نمیذاری، میذاری آقا نال باشه، حالا طرف ممکنه رکورد جنریت بشه مثلا یوزر میخواد ثبت کنه، یوزر میخواد ثبت نام بکنه، تو به صورت پیش فرض که میخواد ثبت نامش بکنی مثلا فقط یه یوزر نیم ازش بگیری، پسورد بگیری، یه ایمیل بگیری، سنش، آدرسش، سال تولدش، عکسش، فلانش، اینا رو هیچ کدومو نذاشته که شما بعدا میخوای هدایتش کنی بری تو پروفایلش اینا رو پر کنه، فعال طرف پر نمیکنه چیکارش میکنه؟ نال میذاره دیگه. وقتی نال هستش پس من میتونم توی یه سری موارد واقعا نال رو استفاده بکنم. میام اینجا سلکت میخوام بکنم، میام میگم سلکت سلکت استار فرام کاستومرز، میام میگم سلکت کنه از کاستومرز در جایی که نال هستش ایز نال ها ایز نال هستش دستور رو ایز نال آشنا بشید باش نال هستش کاستومر آیدیش بزرگتر از مساوی یک. یعنی چی؟ تمام دیتا های کاستومرز رو برگردید جایی که کاستومر آیدی بزرگتر از یک نال هستش، دوباره میره رکورد تمام رکورد ها رو بررسی میکنه درسته؟ گذاشتم نه ایز نال دارم میگم جایی که ایز نال خالی هستش آیدی هاش بزرگتر از یک رو بیا بررسی کن. این حالا چجوری در واقع اجرا میشه؟ فرام کاستومرز اول اجرا میشه، میاد میگه یعنی تمام دیتا رو میاره، تمام دیتا رو میاره جایی که بزرگتر مساوی یک هستش رو بررسی میکنه کدوم میشه نال، سلکت میکنه نمایش درسته؟ میام اینجا بعد یه دونه رو نمایش بده. به به چه زیبا ایز نال میگه you have error syntax limit dispatch to line of one use near یه سوتی داده نه ایز نال باید ترش باشه آره ایز نال رو من حواست هم آره اینجا میزشت ور جایی که کاستومر آیدی بزرگتر از یک ایز نال من نمیشته دارم ور ایز نال آره اشتباه میشه الان میدید یه دونه رکورد رو بعد برای ما بر میگردونی بعد اسمش قبل ایز نال بیاد اسمان بزرگتر بله کاستومر آیدی بزرگتر مساوی یک ایز نال خب کاستومر آیدی که نال نیست چیز نیستش نال نیستش بذاری کاستومرز ور جایی که فکر کنم کانتریش چیز بود کانتریش نال بود کانتری ایز نال خب یه رکورد بودش که ایز نال بود میبینی؟ کانتری ایز نال یا پستال کد ایز نال سیتی ایز نال ادرس ایز نال کانتکت نیم ایز نال
یه دونه رکورد رو در واقع برامو برگردون، یا اینجا برمیگردم یا ور جایی که مثلا پستال پست سهیه آها پیش بزرگ پستال کود ایز نال یه دونه رکوردش ایز ناله دیگه درسته؟ به این صورت. حالا ببینید من بیام پستال کود اینم پاک کنم، اگه بیام اینجا برگردم بگم پستال کود ایز نال دو تا رکورد بهش. درسته؟ پس میتونیم از این دستور استفاده بکنیم برای اینکه مقادیر نال رو پیدا کنیم. شرطش به این صورت، اسم فقط سلول یا فیچر یا ویژگی رو صدا می‌زنه بیاد به این صورت. حالا کاستومر آیدی را آیدی برمیگردم میگم ایز نال، برو ببین کدوم یکی از کاستومر آیدی ها ایز ناله، هیچی بر نمیگرده. چرا؟ چون این مقدار آخر هم 92 عددش پره. درسته؟ من سوتی اول همین بود که داشتم شرط میداشت، اصلا شرط نداره، حواسم هم. سوال در مورد is not. is not null چیه؟ آقا برو اینجا چک بکن ببین country حالا country is not null. بعد 91 رکورد برگرده یا بزنیم پستال کد بذاریم که بشه 90 دو تا ببین 90 دیتا رو برگرد یک و 92 رو برگرد این هم میشه is not null. و بریم سراغ insert کردن رو که گفتم، delete رو گفتم، update رو گفتم، بریم سراغ دستورات خیلی مهمی که توی فروشگاهی خیلی خوب